خب ما توی این درس میخوایم خودمون یک تمپلیت درست بکنیم که توی فاینال کات قابل تغییر باشن قسمت هایی ازش. من اینجا الان یه دونه فایل درست کردم، در واقع یه موشن گرافیکی درست کردم که خیلی ساده است و یه تکست داره، یه دراپ زون و خب حالا یه موشن گرافیک. یه نکته که شما در مورد تمپلیت های قابل تغییر توی فاینال کات باید توی ذهنتون داشته باشید اینی که اگه تکست رو میخواید توی فاینال کات عوض بکنید، حتما باید این قسمت پابلش تو FCP رو آن بکنید. یعنی به طور مثال اگر من این چک باکس رو آف بکنم، دیگه نمیتونم این نوشته رو توی فاینال کات تغییر بدم. اما اگر آن باشه، میتونم همونطور که توی درس قبل هم دیدیم این نوشته رو تغییر بدم. دراپ زون ما عین همون چیزیه که ما توی درس قبل به عنوان دراپ زون دیدیم و شما میتونید فایل تصویریتون رو توش درگ بکنید. برای درست کردن یه دراپ زون شما فقط کافیه بیاید توی قسمت آبجکت و نیو دراپ زون و همونطور که شما میبینید دراپ زون شما عین عکس معمولیه، هیچ تفاوتی نداره. شما میتونید جابجاش بکنید، حالا هر کاری که دوست داشتید توی موشن ماش انجام بدید. و نکته جالب اینه که شما اگر به طور مثال واسش ماسک ایجاد بکنید، مثلا من بیام اینجا یه همچین ماسک براش درست بکنم، این ماسک رو هم میتونه ازش توی فاینال کات استفاده بکنه. و به طور مثال من اگر این فایل رو توی این تمپلیت سیو بکنم، ماسک دورش هم اعمال میشه توی فاینال کات زمانی که شما چیزی رو اینجا درگ کردی و دراپ کردی. فیلترهای خیلی زیادی هم هستن که اگر شما به هر کدوم از این دراپ زون ها داده باشید، توی فاینال کات به صورت اتوماتیک اعمال میشن. هرچند که اگر میخواید فیلتری به چیزی بدید، بهتره توی خود فاینال کات این کار رو انجام بدید. خب پس یه نکته اینه که از آبجکت و دراپ زون استفاده بکنید اگر میخواید که یه دونه از این دراپ زون ها درست بکنید. اگر تکست دارید، پابلش تو FCP رو آن بکنید و در نهایت شما میاید اینجا توی فایل و سیو از تمپلیت. حالا اینجا به من میگه که مثلا اسم این فایل رو چی بذارم، فرمتش چی باشه و پریویو کویک تایم هم ازش درست بکنم یا نه. خب من اینجا اسم این فایل رو میذارم مثلا رادان template و توی قسمت my theme اون رو میخوام سیو بکنم و سیو رو میزنم. همونطور که شما دیدین از این دراپ باکس بقیه قسمت ها قفل شدن چون مال خود موشن هستن. شما باید یا یه فولدر جدید اینجا درست بکنید یا تو هم فولدر my theme بریزید، که من اینجا میخوام توی هم فولدر my theme ایجاد بکنمش. همونطور که شما دیدین این فایل سیو میشه، من اگه بیام توی فاینال کات و مثلا بگم اینجا میخوام بیام توی master template توی قسمت my team، همونطور که شما میبینید اینجا فایل تصویری من پریویوش دیده میشه و من میتونم به طور مثال اینجا overwriteش بکنم. دقیقا همونطور که ما توی قسمت قبل دیدیم، شما میتونید اینجا فایلی که مورد نظر خودتون راست اینجا دراپ بکنید و نوشته ها رو هم از اینجا تغییر بدید. به طور مثال ممکنه من بخوام به جای radon.mac.com بزنم radon.co یا به جای شماره تلفن هامون تلفن های دیگه ای رو اینجا یادداشت بکنم یا یه چیزی اضافه بکنم. به طور مثال ممکنه بخوام بزنم حالا آدرس یا هر چیز دیگه که اگه دوست داشته باشید و اندازش رو هم که همونطور که میدونید میتونید تغییر بدید. خب همونطور که شما اینجا میبینید این تمپلیت من اینجا دیده میشه، ماسکی که توی موشن براش درست کردم، البته زیاد چیز جالب اینجا در نمیاد ولی خود در صورت ماسکی که من اونجا داشتم اینجا داره دور تصویرم دیده میشه و نوشته و تمام چیزهای دیگه که من داشتم کاملا توی فاینال کات قابل دیدن هستن و شما هیچ نیازی ندارید که بخواید این پروژه رو رندر بکنید، بیارید توی فاینال کات و اونجوری ازش استفاده بکنید. اما یه نکته خیلی جالبی اینجا وجود داره. من اگه بیام توی موشن این فایل رو ببندم و روی خود این فایل کلیک بکنم و اوپن این ادیتور رو بزنم، شما حتی میتونید تغییراتی هم توی موشن به وجود بیارید. به طور مثال شما ممکنه بخواید
بکراند این تصویر یه چیزی حالا مثلا مثل، البته اینم خیلی تحرکش زیاده، مثلا یه همچین چیزی داشته باشیم. این تصویر رو من ممکنه بخوام حذف بکنم و به جاش مثلا این رو وارد بکنم، هرچند که خیلی چیز ناجوریه برای این کار. این خب یکم دست کمی نداره، ولی به هر حال و کافیه که سیو رو بزنم. اگر من برگردم الان توی فاینال کات، شما همونطور که میبینید تغییرات من اعمال شدن و باز هم نیازی به هیچ رندر یا کار دیگه ای وجود نداره. این کار علل خصوص برای زمانی که شما یه تمپلیت رو توی خیلی جاها استفاده کردید. مثلا فرض کنید که این تمپلیت رو شما برای شروع 10 تا اپیزود یه برنامه استفاده کردید. مثلا برنامه در مورد توریسم بوده و توی هر قسمت یه شروع داشته که شروع اون اتفاق با یک سری عکس، یه سری نوشته و یه سری چیزهای دیگه بودن. شما فقط با تغییر دادن خود تمپلیت اصلی میتونید این تغییرات رو توی تمام اونهایی که از این تمپلیت استفاده میکنن ببینید، بدون اینکه نیاز باشه برید مثلا توی 30 قسمت کار و تک تک اونها رو تغییر بدید. این کار میتونه از نظر زمانی شما رو خیلی جلو بندازه و یکی از بهترین قابلیت های کار کردن بین موشن و فاینال کاته.